مرکز آمریکایی قلم وابسته به انجمن جهانی قلم نامه‌ای به امضای 116 شاعر آمریکایی خطاب رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده که در آن خواستار آزادی فاطمه اختصاری و مهدی موسوی دو شاعر جوان ایرانی شدند. رابرت پینسکی، بیلی کالینز و جان اشپری از جمله امضاکنندگان این نامه هستند. فاطمه اختصاری و مهدی موسوی به تازگی از سوی دستگاه قضایی ایران به زندان و شلاق محکوم شدند. بنابر گزارش ها قاضی مقیس رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران فاطمه اختصاری را به تام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 11 سال و نیم زندان و 99 ضرب شلاق و مهدی موسوی را به 9 سال زندان و 99 ضرب شلاق محکوم کرده است. این حکم که حدود یک ماه پیش اعلام شد همراه با محکومیت کیوان کریمی فیلمساز که همزمان با این دو شاعر به 6 سال حبس و 223 ضرب شلاق محکوم شد واکنش هایی را در پی داشته است. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری آذر ماه سال 92 توسط ماموران سپاه دستگیر شدند و به مدت چهل روز تحت بازجویی قرار داشتند. این دو چند روز قبل از بازداشت قصد سفر به خارج از ایران را داشتند که ممنوع خروج شدند. اشعار انتقادی این دو در سالهای گذشته با اقبال خوبی مواجه شده و در شبک های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفتند. کیوان کریمی فیلمساز کرد ایرانی هم برنده چند جایزه بین است که کارهایش بیشتر بر روی مشکلات ناشی از زندگی مدرن و اظهار نظرهای سیاسی در ایران تمرکز دارد. پیشتر گروهی از فیلمسازان فرانسوی به محکومیت آقای کریمی اعتراض کرده بودند. شاعران امضا کننده نام خطاب آیت الله خامنه ای نیز نوشتند که نگران مجازات این دو شاعر هستند چرا که این دو شاعر به خاطر هنر خود به این مجازات محکوم شدند در حالی که سرودن شعر جرم نیست امضا کنندگان نامه نوشتند که حق آزادی بیان یک حق بنیادین بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده و نمیتوان کسی را به جرم بیان عقیدهاش زندانی کرد ایران نیز از جمله امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است با این وجود نهادهای بینالمللی مدافع آزادی بیان میگویند که این حق به طور مستمر در ایران زیر پا گذاشته می شود. کورش صحتی صدای آمریکا